خب الان میخوایم حرکت براونی رو شبیه سازی کنیم، یه یادآوری بکنیم. تعریفی که از حرکت براونی داشتیم چی بود؟ ببینید، این چهار تا اصل موضوعی بود که حرکت براونی رو برای ما تعریف میکرد. اینجا داشته باشیم اینا رو. خب که در واقع مهمترین نکاتش این استیشنری و ایندیپندنت بودن نموهاش بود و نرمال بودن توزیع بی تی. حالا ما چطوری میتونیم حرکت براونی رو شبیه سازی بکنیم؟ نکته اول، وقتی ما صحبت از شبیه سازی میکنیم همیشه در نظر داشته باشین که ما هیچ وقت یک شی ریاضی پیوسته ای مثل یه تابع مثل حرکت براونی و غیره رو نمیتونیم به طور دقیق پیاده سازی بکنیم تو کامپیوتر، چون بالاخره حافظه کامپیوتر محدوده و هیچ وقت اون پارامتر پیوسته تی که نشون دهنده زمان هست، که یه عدد حقیقی تو بازی صفر تا بی نهایت هست مثلا، اینو نمیتونید شما به کامپیوتر اصلا بفهمید. همیشه مجبوریم به نوعی این پارامترهای پیوسته و نامتناهی رو گسسته و متناهی بکنیم. خب که این کار رو در واقع بهش میگن گسسته سازی. یه جزء ثابت همه سیمولیشن ها این هست که اون مدل پیوسته رو که به صورت ریاضی و مجرد تبدیل شده تعریف شده، شما بیاید دیسکریتایز بکنی، گسسته سازی بکنی. اینجا هم ما باید پارامتر تی رو، متغیر زمانمون رو، گسسته سازی بکنیم. حالا بنابراین همه شبیه سازی ها تقریبی از اون واقعیت هستن و ما هرچه اون گسسته سازیمون ظریف‌تر و ریزتر باشه، تقریب بهتری از اون حرکت براونی به دست آوردیم. اینجا چجوری میخوایم گسسته سازی بکنیم؟ اولا این پارامتر تی، متغیر تی تو بازه صفر و بی نهایته. خب اولا بیایم محدودش بکنیم، مثلا بکنیمش تو بازه مثلا صفر تا یه تی بزرگی مثلا. خب بعد اون تی رو اگر خیلی بزرگ بگیریم تقریبا مثل همون بی نهایت میشه دیگه. خب بعد الان متناهی شد ولی هنوز گسسته نشده، چجوری گسستهش بکنیم؟ این محور زمانمون رو در واقع از بازه صفر تا تی قرار ما یه تابعی رو شبیه سازی کنیم دیگه، که حالا خواهیم دید این شکلیه. مثلا شکل کلی حرکت براونی معمولا همچین موجوداتی. خب این همه مقادیر رو تو بازه صفر و تی رو که ما نمیتونیم به کامپیوتر بفهمونیم، بیایم اینا رو چیکار بکنیم؟ یک در واقع مجموعه متناهی ولی در واقع به اندازه کافی پر توی این بازه صفر تا تی میگیریم. اونها رو میگیریم به عنوان متغیر زمانمون و تنها چیزی که تو کامپیوتر ذخیره میکنیم از هر سمپلی که میگیریم از حرکت براونی، مقدار تابع توی اون نقاط هست. یعنی ما دیگه فقط در واقع اینها رو، این نقاط رو انگار که ما نگه میداریم و اگر به اندازه کافی این نقاط پایینی نزدیک باشن به هم، شکلی که بالا به ما میده تقریبی از خود حرکت براونی خواهد بود. خب پس گام بعدی گسسته سازیمون اینه که بگیم آقا تی توی این بازه است، توی این مجموعه است، در واقع از صفر شروع میکنیم. مثلا این فاصله رو اسمشو بذاریم دلتا تی. دلتا تی دلتا تی میریم جلو، دلتا تی، دو دلتا تی، سه دلتا تی، تا حالا مثلا n دلتا تی که این قراره بشه همون تی بزرگ ما. خب بنابراین از همین رابطه میفهمیم که اون اگه ما در واقع بخوایم n قسمت بکنیم این بازه رو، اون پارامتر دلتا تی مون خواهد بود تی تقسیم بر n. خب حالا بعد پس ما چی رو باید الان وقتی میخوایم شبیه سازی کنیم چی رو باید به کامپیوتر بفهمونیم؟ ما
مقادیر حرکت براونیمون رو، یعنی این بی تی رو، فقط برای تیایی که تو این بازه هستن، این تو این مقادیر هستن میخوایم بسازیم. بنابراین ما در واقع این مجموعه رو میخوایم بسازیم: بی صفر، بی دلتا تی، بی دو دلتا تی تا بی ان دلتا تی. خب این بی صفر که البته صفره، هیچی. از بی دلتا تی به بعد رو چجوری بسازیم؟ اینجاست که ما در واقع از این دوتا اصل حرکت براونی استفاده میکنیم. نکته اول این که مثلا خود بی دلتا تی چجور متغیر تصادفیه. طبق این اصل سوم، بی دلتا تی متغیر تصادفی با میانگین صفر و واریانس دلتا تی باید بشه، درسته؟ پس این در واقع متغیر تصادفی N صفر و دلتا تیه. بی دو دلتا تی چی؟ بی دو دلتا تی هم خب همینطور N صفر رو نماد D میذاشتیم جلسه قبل اگه اشتباه نکنم، یعنی توضیحش در واقع نرماله. حالا این با واریانس دو دلتا تی میشه و همینطور الاخر. منتها نکته مهم اینه وقتی ما میخوایم شبیه سازی بکنیم یه فرایند تصادفی رو، بعد از اینکه گسسته سازی میکنیم به چی میرسیم؟ به یک توضیح متناهی بودی از اون متغیر، از اون فرایند تصادفی میرسیم. این الان یه توضیح متناهی بوده یا فاینال دیمنشنال دیستریبیوشن. خب سوالی دارن یکی از دوستان؟ بفرمایید آقای نوروزی، بفرمایید. سلام بر شما. چرا دلتا تی دوم بشه؟ من دارم صرفا از تعریف حرکت براونی استفاده میکنم. ببینید، بله درسته، میانگینشون که صفره. ببین این تعریف حرکت براونی دیگه، حرکت براونی برای هر تی بی تی واریانسش تیه. این نماد ان صفر و تی که ما به کار میبریم، این تیه واریانس دیگه. اون تعریف به ما میگه که این واریانسه. حالا البته هیچ مشکل نداره، شما میتونید تی دوم بگیرید، اونم یه جور حرکت براونی میشه، ولی دیگه حرکت براونی استاندارد نیست. اصطلاح استاندارد رو وقتی میذارم پشت حرکت براونی، یعنی واریانسش دقیقا همون تی باشه. اتفاقا ظاهرش هم شبیه همین خواهد بود، فقط کمی تو محور تی به نوعی چیز تر میشه، در محور عمودی یکم فشرده تر میشه چون واریانسش رو کم کردیم. ولی حرکت براونی استاندارد تو هر بازه واریانسش متناسب با طول بازه است، یعنی دقیقا خود طول بازه است. خب حالا نکته اینه که اینکه ما صرفاً بتونیم تک تک اینها رو ازش سمپل بگیریم و شبیه سازی کنیم کافی نیست. ما باید بتونیم کل این بردار رو به عنوان یک بردار تصادفی ازش سمپل بگیریم و شبیه سازی بکنیم. بنابراین به نوعی توزیع توأم اینا برای ما مهمه. اینکه این یه نرمال باشه، اینم یه نرمال باشه، به ما نمیگه این دوتا در کنار هم چه نرمال توامی هستن، چه نرمال دو متغیره هستن. جلسه پیش هم یه اشاره به این نکته کردیم که توزیع متناهی بود حرکت براونی، اگه یادتون باشه وقتی میگفتیم چرا توزیع متناهی بود حرکت براونی گاوسی هستن، از چه روشی برای این کار استفاده کردیم؟ به نموها اومدیم نگاه کردیم، یعنی گفتیم که مثلا شما به جای اینکه به خود این انتا مقدار نگاه بکنید، به تفاضل‌های اینا میتونید نگاه بکنید. حالا این بی صفره که صفره، هیچی. این بی دلتا تی رو میتونید داشته باشید، بعد بی دو دلتا تی منهای بی دلتا تی رو بنویسید، بعد بی سه دلتا تی منهای بی دو دلتا تی رو بنویسید و همینطور تا آخر. این اینا نشوندهنده چی هستن؟ نشوندهنده گام های این فرایند گسسته شده هستن. یعنی اولش که صفره، بعد میاد اینجا، بعد میاد اینجا، بعد میاد اینجا، این میاد اینجا، میاد اینجا، میاد اینجا. میزان کم و زیاد شدنش تو هر گام دقیقا همون اینجوری بریم تا آخر، میزان کم و زیاد شدنش دقیقا همین ها هست. یعنی اینها به نوعی گام های
اون فرایند میشه. من اتفاق جالبی که میفته اینه که با این گسسته سازی عملا حرکت براونی تبدیل شد به یک قدم تصادفی. خب چرا؟ به دلیل اینکه به خاطر اصل دوم این گام ها همه از هم مستقلن، به خاطر نموهای مستقل و همچنین به خاطر اینکه طول همه این بازه ها دلتا تیه دیگه، چون طول همه این بازه ها دلتا تیه همه اینا هم توزیع هم هستن. پس این در واقع یک دنباله آی آی دیه، یک دنباله آی آی دی ایندیپندنت و در واقع آیدنتیکالی دیستریبیوتد هست. با توزیع چی؟ با توزیع N0 و دلتا تی. خب پس وقتی برگردیم به حالا خود مقادیر B که مجموعه های اینا هستن، این میشه قدم تصادفی. پس میتونیم این صحبت هایی که اینجا کردیم رو به این صورت خلاصه کنیم که نتیجه دنباله این شکلی بنویسیمش، بی مثلا کا دلتا تی، خب برای کا مساوی 0 1 2 الی آخر یک قدم تصادفی است. منتها هر گام این قدم تصادفی چه توزیعی داره؟ که هر گام آن دارای توزیع n 0 و دلتا تی است. این به ما کمک میکنه که خیلی راحت بتونیم حرکت براونی رو شبیه سازی بکنیم. خب حالا بریم و این کار رو انجام بدیم توی مطلب. میتونیم از همون کد جلسه قبل برای رندوم واک فکر میکنم استفاده بکنیم. یادمون بیاد که کجا من اینو نوشته بودم، این نیست انگار، اشکال نداره از اول کدشو می‌نویسیم. خب می‌خوایم، پس ما می‌خوایم اول بیم پارامتر رو تعریف کنیم. یه دونه تی داریم که زمان نهایی هست، فعلا یک بگیریم بعدا زیادش میکنیم. یه پارامتر هم داشتیم، اینجا من زوم کنم که شما بهتر ببینید. یه پارامتر هم داشتیم که تعداد گام ها بود، اونم مثلا فعلا بگیریم 10 تا گام. و بعدش میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم یه دونه سمپل الان میخوایم بسازیم از حرکت براونی. اول بیایم اون چیزها رو بسازیم، این گام ها رو بسازیم، بعد به صورت مجموع تجمعی این گام ها میشه خود اون قدم تصادفیمون. اسم اینا رو مثلا بذاریم وای. بنابراین پس یه وای میخوایم بسازیم که چه توزیعی هست؟ توزیع نرمال قراره داشته باشه. برای توزیع نرمال از رند ان استفاده میکنیم دیگه. چند تا باید باشه تعدادش؟ یه چیز ان در یک باشه. خب منتها وقتی شما به مطلب بگید رند ان، به شما یه نرمال استاندارد میده، نرمال 0 و 1. اگه بخوایم نرمال 0 و دلتا تی به دست بیاریم چیکار کنیم؟ نرمال 0 و 1 رو ضرب در چی بکنیم بشه نرمال 0 و دلتا تی؟ مگه گفتین یه چیزی ضرب کنیم توش میشه نرمال 0 و دلتا تی؟ نظرتون چیست؟ نرمال استاندارد رو که مطلب به ما بله دیگه، رادیکال دلتا تی دیگه. آره یادمون باشه که هر موقع یه متغیر تصادفی رو ضرب در یه عددی بکنیم، واریانسش ضرب در اون عدد به توان 2 میشه. پس ما اگر که در واقع این n0 رو ضرب در رادیکال دلتا تی بکنیم، واریانسش میشه رادیکال دلتا تی به توان 2 میشه دلتا تی. خب نرمال بودنش هم که نرمال میمونه، میانگینش هم که صفر میمونه. پس ما کافیه اولا دلتا تی رو تعریف بکنیم. من دلتا تی رو می‌نویسم دی تی برای سادگی. دلتا تی مون گفتیم میشه تی تقسیم بر ان دیگه، به ان واژه تقسیم کردیم. پس اینو ضرب کنیم در اس کیو آر تی رادیکال یعنی دلتا تی. خب
اینم وایمون. الان این وای یه دنباله آی آی دیه، یعنی پلاتش رو اگر بکشیم یه چیز کلا مستقل از همه هستش. ببینیم پلاتش رو، یه همچین چیزیه. ببین اینجا خط صفره، این بالا پایین میره. حالا گفتم اینجا وقتی که آی آی دی رو میکشیم نموداره استم نموداره بهتری هست، یه همچین چیزی. هر بار هم که ران میکنیم میبینیم که چیزایی کلن مستقل از همه میشه، گاهی مثبت گاهی منفی و الاخر. خب اما اینا گام های ما هستن. چجوری از رو گام ها به خود قدم تصادفی می رسیدیم، می اومدیم در واقع مجموعه تجمعی شو می گرفتیم، کیوم سام وای. این رو اگر بریزیم توی بی، این بیه دیگه باید اون قدم تصادفی ما باشه. آها بله، البته چون می خواهیم از صفر شروع بکنه به حرکت، وقتی کیوم سام می گیریم جمله اولش صفر نیست، از همون جمله اول وای شروع میکنه، یعنی انگار بعد از یه قدم شروع میکنه. اگه بخوایم یه صفر اولش اضافه کنیم میتونیم خودمون اینجوری یه دونه صفر و کاما کیوم سام وای رو بذاریم، اینجوری خودش یه صفر اولش اضافه میکنه. چی شد؟ آها اینجا فکر میکنم چون این ستونیه، چون بی ستونیه ما باید سمیکالن بذاریم که حاصلش هم ستونی باشه. بله همونطور که میبینید از صفر دیگه شروع میکنه هر بار. خب حالا البته برای اینکه باز اندیس محور افقی رو، الان اندیس محور افقی از یک شروع شده. چرا؟ چون توی مطلب اندیس ها از یک شروع میشه. برای اینکه اینم بیاریم روی صفر میتونیم یه دونه بردار تی تعریف بکنیم. یه تی من تعریف میکنم که بردار زمانمون هست، این باشه از صفر با گام های دی تی بریم تا در واقع تی. اینجوری محور افقیمونم حالا باید بگیم پلات تی و بی. الان دیگه اگه دقت کنید محور افقیمونم کاملا درست شد. اولا شد بازه صفر تا یک و یکم بزرگتر کنیم، بازه صفر تا یک شد محور افقی. در صفر هم صفره، از صفر شروع کرده قدم تصادفیمون، و تو هر گام اگر دقت بکنید از اینجا تا اینجا بعد میاد تا اینجا، تو هر گام یه دونه متغیر نرمال در واقع جمع شده به با قبلی، بعد اومده اینجا 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 و همینطور الی آخر. خب حالا چون تعداد گاما کمه خیلی سنسی نسبت به حرکت براونی شاید پیدا نکرده باشین هنوز. اگر اینو بکنیم 100 بهتر میتونیم. بله این الان یک شبیه سازی از حرکت براونی هست که در واقع بازی صفر و یک رو به 100 قسمت تقسیم کردیم. گام های به طول زمانی 100 برمی داره و خود گام ها هم که نرماله همونطور که میبینید در واقع این شکل های مختلفی پیدا میکنه. کلا مطلب وقتی نمودار رو میکشه البته مقیاس محور وای و خودش یه جوری انتخاب میکنه که اون نمودار توش جا بشه. اگه بخوایم کمی استانداردتر باشه این نموداری که میکشیم میتونیم به مطلب بگیم که محورها رو در واقع فیکس کنه، با هم مساوی کنه که در واقع هر دو مقیاس یکسان باشه. البته اینجوری بعدیش اینه که از صفر شروع فکر میکنم بهتر باشه اصلا اکسیزها رو بهش بدیم، بگیم از چند تا چند شروع بکنه. مثلا اکسیزها
چجوری میگفتیم توی مطلب اکسیزا رو؟ اکسیز فکر میکنم اینجوری 0 و 1 و 0 و 1 مثلا -1 و 1، امیدوارم این کار کنه. آره، الان درست، الان دیگه محور ها فیکسه. محور افقی که زمان بود از 0 تا 1، محور عمودی از -1 تا 1. البته میبینیم که بعضی وقتا خب از این محور میزنه بیرون، اگه بخوایم کمتر این اتفاق بیفته از -2 تا 2 بگیریم که بله. اینا سمپل های مختلف از حرکت برانیه که ما داریم میبینیم. حالا هرچه شما اینو ریزتر بکنید این پیوستگیش بیشتر میشه و تقریب بهتری از اون حرکت برانی واقعی میشه. این الان برای 1000 هست، یعنی طول گام 1000. و اینکه میتونیم تعداد زیادی سمپل هم همزمان مثل کاری که دفعه قبل انجام دادیم، تعداد زیادی سمپل رو توی یک سیمولیشن داشته باشیم. مثلا تعداد فرض کنیم n بزرگ تا سمپل میخوای، مثلا 10 تا سمپل. برای این کار کافیه اینجا y رو که میسازیم n در nش کنیم و فکر میکنم این، امیدوارم یعنی کار کنه. اینجا ایرادی که میگیره اینجا که 0 اول y اضافه میکنیم، y الان درسته 1000 در 10. ما فقط برای اینکه اولش 0 اضافه بکنیم، بیایم کاری که بکنیم باید در واقع یک بردار انتایی 0 اولش اضافه کنیم. فکر میکنم روز n و 1 یک و آره درسته، یک و ان بزرگ، یک و ان بزرگ، بله، ممنون، درسته. آها درست شد. اینا الان چیزایی که میبینید در واقع 10 تا سمپل از حرکت برانی هست. البته باز هر بار که ران کنیم 10 تا سمپل جدید داره به ما میده. خب البته شاید شما هم حس کرده باشین که خیلی شبیه همون نمودارای قدم تصادفی هست که جلسه قبل میکشیدیم، در حالی که اونجا اصلا قدم ها نرمال نبود، مثلا یونیفرم بود، هم چیزی بود، ولی این اتفاقی نیست. حالا آخر این جلسه خواهیم دید که در واقع به جای اینکه گام ها رو توضیح نرمال بگیریم، هر توضیح دیگه هم بگیریم در حد باز به حرکت برانی میرسیم. این ویژگی یه عمومیتیه که توزیع نرمال داره و سایر توزیع ها ندارن، که شما از هر توزیع شروع کنی به نوعی با اسکیل کردن مناسب میتونی به توزیع نرمال برسیم. خب این از پس شبیه سازی حرکت برانی. حالا میتونیم زمان رو هم طولانی تر بکنیم، ببینیم در طول زمان چه اتفاقی برای میفته. پس من تعداد سمپل ها رو میکنم 1 دوباره، ولی زمان رو طولانی تر کنیم، مثلا زمان 10. چقدر چیزش؟ آها خب میدونید چی شد؟ اینجا فقط من دارم تا 1 رو نشون میدم تو پلات. اینو بذاریم تی که خودش درست شه. بعد باید متناسب باهاش، اتفاقی که میفته اینه که اگه الان من اینو بگیرم، چون تو بازی 0 تا 10 این حتما از رنج -2 تا 2 بیرون میزنه. سوال اینه که مقیاس مناسب چیه؟ اگر نذاریم اینو، خود مطلب یه مقیاس مناسب پیدا میکنه، ولی راجع به این صحبت خواهیم کرد که مقیاس بندی مناسب چی هست. یه ویژگی هایی که همینجوری با یک نگاه چشمی به این سمپل ها دیده میشه اینه که مثلا حرکت برانی مثبت میشه، منفی میشه، مثبت میشه، منفی میشه، یعنی دائما داره نوسان میکنه و هیچ روند خاصی برش حاکم نیست. گاهی ممکنه توی یک سمپل مثل این شما روند ببینید، اما این فقط خاص این سمپله. تو سمپل دیگه ممکن روند برعکسی باشه یا اصلا روندی به اون صورت نباشه. ذاتا روندی نداره حرکت برانی به خاطر اینکه میانگینش
صفر، یعنی به طور آماری هیچ روندی در هیچ جهتی وجود نداره. و بازم طولانی تر بکنیم بازه زمانی رو. همونطور که میبینید الان من بازه زمانی رو که طولانی تر میکنم، خیلی تفاوت ظاهری ما توی حرکت برانی شکلش نمیبینیم. چرا؟ این برمیگرده به همون خاصیت سلف سیمیلار بودن یا خود متشابه بودن حرکت برانی. وقتی من مقیاس زمان رو بزرگترش میکنم، چون مطلب خودش محور عمودی رو به نحو مناسبی اسکیل میکنه که کل نمودار توش جا بشه، خود به خود میبینیم که شکل حاصل از همون اسکیلینگی که دفعه پیش گفتیم که با توان 1/2، یعنی محور عمودی با رادیکالتی انگار اسکیل میشه. مثلا اگر من این محور افقی رو الان به جای 1000 بکنم، مثلا 10 رو نگاه بکنیم، وقتی محور افقی 10 هست، محور عمودی تو چه رنجیه؟ مثلا -1 تا 6. اگه من اینو بکنم 1000، یعنی 100 برابرش کنم، محور عمودی میشه -10 تا 50، تقریبا 10 برابر شد. یعنی وقتی محور افقی رو 100 برابر کردم، مطلب که اتوماتیک محور عمودی رو 10 برابر کرد، شکل حاصل ظاهرش تفاوتی با حرکت برانی نداره. این همون خاصیت سلف سیمیلار بودن هست که خودمون میتونیم از این الهام بگیریم و یک مقیاس دهی مناسبی انجام بدیم که اتوماتیک دیگه مطلب مقیاس رو تغییر نده. ما از این میفهمیم که باید محورهای عمودی رو با رادیکال تی مقیاس بکنیم دیگه، -2 ضرب در رادیکال تی تا مثلا 2 ضرب در رادیکال تی، که حالا اگر سمپل بگیریم دیگه محورها تغییر نمیکنه، محور عمودی. البته گاهی بازم بیرون میزنه ها از این رنج، چون تصادفیه و توزیعش نرماله. هر رنجی بذارین خیلی احتمالش هست که از اون بیرون بزنه، ولی احتمالش خیلی کم میشه وقتی رنج دو رادیکال تی تا -2 رادیکال تی بگیر. و همینجا هم الان میتونید ببینید اون خاصیت خود متشابه بودن. اصلا اگر ما روی این نمودار، اگر البته بتونیم زوم کنیم، زوم میشه کرد. وقتی شما زوم میکنی، البته اینجا چون رزولوشن پایینه اینطوری نمیشه، یکم بیشتر کنیم رزولوشن رو بهتر میشه. وقتی شما زوم میکنی روی قسمت از نمودار، باز دوباره همون حرکت برانی رو میبینی. هر چقدر زوم میکنی شبیه خودشه، همون خاصیت خود متشابه بودن هست. خیلی خوب. خب این از شبیه سازی حرکت براونی. حالا این شبیه سازی رو داشته باشیم، فرآیندهای دیگه‌ای که از رو حرکت براونی ساخته میشه هم تو همین شبیه سازی میتونیم ببینیم. بفرمایید. ویژگی خود متشابهی، حالا نمیدونم چطوری میشه گفت به چه دلیلیه. یکیش اینه که اون گام هامون نرماله و اینکه خود توزیع نرمال خاصیت دیگه نمیگن بهش خود متشابهی، ولی میشه تصور کرد همون خود متشابه بودن. یعنی اگر شما یه متغیر نرمال ضرب در یه عدد بکنی، همچنان نرماله. این خیلی مهمه تو این اتفاق. یعنی فرآیندهایی که این ویژگی رو ندارن، توزیعایی که این ویژگی رو ندارن، خب دیگه این خود متشابه بودن رو به ما نمیدن. ولی توزیع نرمال هر موقع ضربش کنید تو ما توی عدد دید، همچنان یه توزیع نرمال باقی میمونه.